سلام، در خدمت هستم با ادامه دوره آموزش تعریف اشکال جنگو. خب توی این قسمت دیگه عملا میشه گفتش که ما پروژمون رو به حد کفایت برای شروع استارت زدیم و ستاپش کردیم، منتها باید بریم وارد تصمیمات توسعه بشیم. فقط یه نکته رو میخوام بهتون بگم، این مواردی که دارید میبینید که ما داریم آماده سازی میکنیم یه دلیل داره. دلیلش هم اینه که شما برای پروژه هایی که میخواین استارت بزنید دیگه نباید این وقت رو صرف کنید. شما باید یه قالب آماده برای استارت و انجام یه سری پروژه داشته باشید. مثلا من خودم شخصا این کارو میکنم، میام تو گیتابم یه چند تا ریپوزیتوری خوب دارم، اولتیمیت، جنگو، تمپلیت. اوکی، اینا فایدهشون چیه؟ مثلا جنگو 3 و 2 هست، جنگو 4 هست که خب حالا به نسبت جدیدتر اومده جنگو 4. ساختارش اینجوریه، من تمام این حالا فایل هایی که لازم دارم، مثلا برای داکر کامپوز لازم دارم، برای چه میدونم برای داکر کامپوز رو استیج ممکنه نیاز داشته باشم یا پروداکشن، بعد اگر قرار سی آی سی دی انجام بدم سی آی سی دی رو گیت لب رو دارم، من اینجا میتونم ازش استفاده کنم. و به نسبت تمام پروژه‌ای که صرفا درگیرش بودم من این فایل‌ها رو ایجاد کردم. مثلا برای ورک فلو سمت گیتاب اکشنز هم همینطور هستش و یه نمونه براش وجود داره که میتونم ازش استفاده کنم. پس وقت زیادی دیگه من صرف این کارا نمی‌کنم. یعنی الان 4 5 قسمت دارید نگاه می‌کنید راجع به نحوه ستاپ کردن شاید، و عملاً هر موقع که من بخوام یه پروژه استارت بزنم میام از اینجا شروع می‌کنم و تمام کامند و خیلی چیزای دیگه که لازم به کانفیگ داره رو من عملاً همه رو از قبل انجام دادم. مثلا ایرورهای پیجام، ستینگزی که حالا صفحه وجود داره باید داشته باشه، پکیج هایی که یه پروژه که می‌خوام شروع کنم عملاً لازم داره، مثل کور هدرز، چنم جنگو فیلترز برای رست فریم ورک و چنم روبوت و خیلی چیزای دیگه که حالا صفحه لازم میشه. می‌بینید که اینجا مثلا اون بحث کانفیگ دیتابیس و خیلی چیزایی دیگه هستش که تا پایین ادامه داره برای هدرزهای امنیتی، جیسون وب توکن و خیلی چیزایی دیگه. خب اینا چیزایی که من اولا ازشون استفاده میکنم. پس یه سری بخش ها رو دیگه اصلا بدیهیه وجودشون نیازی نیست مثلا راجع به صحبت کنم. فرض میگم مثلا اگه قرار باشه دیباگر تول بار استفاده کنم، دیگه نمیام برم نصب کنم داکیومنت رو بخونم فلان فلان تا حالا بقیه کارهایی که بعد انجام میشه. میام اینجا تمام این کانفیگایی که از قبل دارم رو صرفاً ارجاع میدم، یا مثلا من میخوام دیباگ تول بار استفاده کنم، یه انوایرمنت براش درست میکنم، او پایین ترم میام کانفیگش رو اضافه میکنم. اوکی، و نهایتاً هم احتمالاً یه دونه تو URLs لازم داره که بعد اضافه بشه، میام کور URLs ایشو دیباگر تول بار. خب میگم برو به اون URL پترن اصلی یه URL پترن دیگه اضافه کن با این پس که مربوط به شدی باگر تول باره. اوکی، میگم URLs اینجا راجع به این که حالا دیباگر تول بار چی هستش من از قبل توضیح دادم، from البته تو دورای قبلی dot from django dot conf import from settings آ این هم اضافه میشه. یه دونم باکه جا افتاد، اینکلود نیستش، بعد از پس باید اینکلود رو هم بیاریم. این هم از این. خب حالا میگه که دیباگ شو دیباگ تول بار توی ستینگ وجود نداشتون سیوش نکردم راست میگه بابا. این هم از این. خب حالا نکته ای که هست نگاه کنیم، یعنی توی دیباگ تول بار رو عملا دارم به انتهای تمام این سال لبسم اضافه میکنم، به اضافه میدیل ورشن دارم اضافه میکنم، یه سوکت هم برای سمت حالا اتصال سمت داکر دارم باز میکنم که بتونه این درست اتصال برقرار کنه. منتها فقط مسئله که هست من دیباگ تول بار اصلا نصب ندارم. خب حالا دیباگ تول بار رو چجوری نصب کنم؟ باز مثلا تو همین این قالبی که هستش من تمام پکیجایی هم که حالا صرفا استفاده شده توش رو عملا درج کردم دیگه، میام نگاه میکنم میگم خب اینجا جنگو دیباگ تول بار. اوکی، میام پیف اینستال جنگو دیباگ تول بار. خب یه بلوپرینت از یه سری چیزا برای خودم درست کردم که بعدا دیگه درگیرش نشم، خب راحت ترم بتونم ازش استفاده کنم. باز دوباره همون پیف فریز تو ریکوایرمنتس دات تی اکس تی
ساخته شد، دیبای تول بار هم اینکه اضافه شده. خب به همین سادگی حالا وقتی مثلا ریستارتش کنم، ریستارتش کنیم، بیایم سیتینگ همینجوری یه سیف کن، خود ریستارت میشستم. حالا بیایم اینجا بگم 127 نیستش. چرا نیستش؟ به خاطر اینکه داره کنترل میشه با چی؟ یا آیتم اگه یادتون باشه این بالا من اضافه کردم شو دیباگ تول بار، اینو البته بعد میذارم پایین تر ببرم میذارم اینجا میتونه باشه. خب و عملا من از اینجا دارم این چک میکنم یا دیباگ تول بار اضافه کردم دیفالت فالسه. خب چرا؟ چون تو محیط پروداکشن من این احتیاج دارم، فقط تو محیط دیولپمنت احتیاج دارم. پس میتونم من اینجا اینو ترو کنم و زمانی که میخوام صرفا لانچش کنم فالسش کنم، یا برعکس بیام توی حالا صرفا انوایرمنت هایی که دارم استفاده میکنم توی اونجا این کارو انجام بدم. حالا هر کدوم که براتون راحت تر، من الان چون میخوام دیگه صرفا ریستارت کنم و بیارم بالا از همین استفاده میکنم. میام اینجا ریستارت. خب میبینین دیگه صفحه اصلی من از جنگو نمیاد، چون من یه یو آر ال پترن جدید اضافه کردم. ولی اگه برم مثلا بخش ادمین، اون گوشه دیباگ تول بار دیگه میبینید که هستش، میتونم ازش استفاده کنم. پس داشتن یه قالب آماده خوب که حالا صرفا روش کار کرده باشین خیلی بهتون کمک میکنه. شاید نزدیک به 4 روز 2 ساعت رو جلوتر بندازه و راحت‌تر بتونید روش کار کنید. من از قالبا زیاد دارم، داکیومنتاش هم نوشتم برای هر کدوم، حتی برای هم روش لیارا یا چه میدونم حالا صرفا پی‌ال‌سی‌زی رو وی‌پی‌اس و حتی پی‌ال‌سی‌زی رو کوبرنتیس، برای هر کدومش یه قالب دارم و عملاً دیگه نمیام از صفر یه چیزی رو طراحی کنم. این مسیری هم که الان اومدم صرف این بودش که یه حالا صرفاً بازنگری رو تمام چیزایی که تو دوره قبلی گفتم داشته باشین، حتی اگه ندیدین بدونین که جریان چی هستش. ولی عملاً دیگه سر اینکه مثلا میخوام یه ماژول رو نصب کنم ستاپ کنم صحبت نمی‌کنم، میام صرفاً کارشو انجام میدم. یعنی نیازی نیست واقعا این کارو انجام بدیم، نیازی هم نیست عملاً حفظشون کنین حتی، چون همه اینا رو یه بار نوشتی قرار کپی پیست کنی ازش استفاده کنی من سادی. پس وقتتون سر چیزای بیهوده این تیپی تلف نکنید، یه قالب درست کنید، از اون قالب تا ابد و ده میتونید استفاده کنید، چون ورژن‌های LTS جنگو هم چیزی نیست که مثلا هفته به هفته بخواد بیاد که آپدیت میشن، ولی اینجوری نیستن. نهایتا هر آپدیت برمیگرده به یه تاریخ خاصی، مثلا چه می‌دونم هر دو سال یه بار مثلا داره یه ورژن LTS. خب یا فرض مثال اینجا وقتی من دارم ریکوایرمنت ها رو میگم، دیگه نمیام میگم آقا خود جنگو 4 و 2 6 رو بزن. خب میام بهش میگم، میگم برو جنگو 4 و 2 بزرگتر و کوچیکتر از 4 و 3 تو لهای کارمون که میخوایم پروژه رو دیگه ببندیم، اینا رو روش دیگه مشخص میکنیم که دیگه داستانی باهاش نشه. ایناست. پس داشته باشید. من میرم دوباره ستاپ اولی انجام میدم واسه ایمیجم و بعد. تا سوالی.